در جریان یک هفته اخیر ارزش اسعار خارجی به خصوص دلار آمریکایی در مقابل پول افغانی با کاهش چشمگیری مواجه بوده و یک دلار آمریکایی در روز چهارشنبه به 65 افغانی و 50 پول خرید و فروش شده است. باشندگان هرات میگویند علیرغم این کاهش نرخ دلار، قیمت مواد غذایی نه تنها کاهش نیافته بلکه قیمت اقلامی چون روغن بلندتر رفته است. با این وجود اداره شهرداری هرات اطمینان میدهد که بهای مواد غذایی و سوختی در بازار هرات بررسی و کنترل میشود. در جریان یک هفته اخیر نرخ اسعار خارجی در مقابل پول افغانی با کاهش چشمگیری روبرو بوده است و تا یک دلار آمریکایی در روز چهارشنبه به 65 افغانی و 50 پول معامله شده است. اما چیزی که باعث حیرت و تعجب شهروندان هرات شده است بلند رفتن برخی از مواد غذایی چون روغن مایه است. شهروندان هرات میگویند درآمدشان اندک است و خرید مواد غذایی برایشان سرسام‌آور تمام می‌شود. از مسئولان همه خواست دارم که مواد غذایی باید تا بیاید. دلار خیلی پایین آمده، دیگه اجناس اصلا پایین نیامده، دیگه همینطور پترول، دیزل اینا هیچ تأثیر نداشته و قیمت دلار اینا دیگه خواست ما همیه که یک کنترل داشته باشه، مدیریت داشته باشه برای کنترل قیمت و کنترل سوخت و کنترل گاز، همه چیز. همین دلار پایین، مواد غذایی که هست بالا رفته، یعنی طبقه کارگر که هست مشکلات زیاد دارم. امول یک روب به 60 افغانی شدم. ای از کجا پیدا کنم؟ کارگری هم من میبینی که نیه. خود ما آدم همیشه چرخ دارم روزی دو نیم ساعت سه ساعت چی بخرم؟ هم برنج، روغن، آرد همه گرون شده برام. همین از دولت خوشمندم که یک کنترل جدی بکنه که این مسلمان ها برایشون لالمون هم. از جانب دیگر فروشندگان مواد غذایی باورمندند که نسبت به یک سال گذشته قیمت مواد غذایی بسیار کاهش یافته، اما در این چند روز در بهای مواد تغییرات اندکی روبرو شده است. فروشندگان مواد خوراکی میگویند بلند بودن بهای مواد غذایی در سطح جهانی و سوی هم افزایش تعرفه‌های گمرکی باعث عدم کاهش قیمت این مواد در بازار شده است. آن میشه گفت که در سیاست‌های خارجی و داخلی نخر نقش داره. مثلا اگر سیاست‌های داخلی در بخش مالیات در مرزها اینا باشه، معمولاً نخر افزایش می‌یابه و در خارجی هم همچنان میتونه پاکستان و مالزی نقشش باشه، بازار جهانی هم همچنان. و فعلا الحمدلله میتوان گفت که به این صورت که نخر بالا باشه، مثل از اینکه پارسال پیرارسالا بود که جنگای اوکراین و اینا بود، روغن برسیده این دلتره به 1900 و 2000. الحمدلله فعلا خوب، نویسانات در رابطه با مرزها هست، گاهی وقت 100 روپی تا و بالا میشه. خوشبختانه سشکال او رو جرزن سوی دیه، طول مواد اولیه چی دیه اگه انشالله ارزن سوی دیه، که غوری دیه، که براده، که ورج دیه، در طولشان سشکال انشالله ارزن سوی دیه نسبت پر وشکالته. او دا اوس یو افته دوی که تقریبا لرس پورده سوی دیه، وجه داده چه محصول طالبان لور کردی دی او چه تقریبا یو نیم زر دو زر کالداری پر اره جوڑه چه لور گونی ورج بانی محصول لور سوی دی پا دیه وجه لرس پورده سوی دیه. خب بیام خوشبختانه سشکال دیر ارزانه دی. با این حال مقام های اداره شهرداری هرات با تاکید بر نظارت و کنترل بازارها میگویند قیمت مواد غذایی و سوختی از هنگام ورود در کشور الی مصرف توسط ادارات مختلف کنترل میشود. لکه څرنګه چې ټولو ته معلومیږي دا ورځې ډالر کښته راغلی دی او په بازار کې د خوراکي توکو او د نورو شیانو قیمتونه ولړ تللي دي. د هرات ښاروالي د ولایت مقام په همانګۍ سره یو مشخص ټیم ټاکلی دی او یو کمیسیون دی د ښاروالۍ د طرفه څخه چې د بازار د قیمتونو د کنټرول لپاره کار شروع کړی دی، چې دا اوس فعلا هم په دروازه کندهار او په نورو سیمو کې مسؤولین په کار بوخت دي. بر اساس اطلاعات بانک مرکزی در یک سال گذشته ارزش پول افغانی در برابر دلار امریکایی 14.5 درصد افزایش یافته است. گفتنی است که هم اکنون یک بوچ برنج 25 کیلوی اعلو 1950 افغانی و یک بشکه روغن 10 لیتر به بیش از 900 افغانی در بازار شهر هرات به فروش می رسد.